در وسط یک جاده مسدود یک مرد یکوزا به نام هودا بیدار می شود و خودش را فقط با لباس زیر و در مقابل باکسون، قاتل افسانه‌ای می بیند. باکسون به جای کشتن فوری او توضیح می دهد که از دخترش جیانگ یاد گرفته که کارها باید عادلانه انجام شود. که وقتی اخبار مربوط به یک سناتور را میشنیدند، سناتور همه ادعاهایی که پسرش به طور تقلبی در کالج پذیرفته شده را رد میکرد و مادر و دختر بحثی در مورد عدالت با هم داشتند. بنابراین برای اینکه منصف باشد، باکسون شمشیری به او دا میدهد تا بتواند از خود دفاع کند در حالی که خودش با یک تبر میجنگد. نبردی سخت بین دو جنگجوی بسیار ماهر آغاز میشود، اما در نهایت این اودا است که باکسون را میکشد. با این حال باکسون به طور ناگهانی دوباره زنده دیده می شود، چون در مبارزه قبلی فقط داشت در ذهنش مبارزه را تحلیل و تجزیه می کرد تا پیش بینی کند که نتیجه چه خواهد شد. حالا که می بیند نمی تواند تن به تن برنده شود، تصمیم می گیرد تقلب کند و با شلیک گلوله او را می کشد. پس از آن خانه می رود، جایی که متوجه می شود دخترش سیگاری را پنهان کرده. این باعث می شود باکسون به یاد بیاورد که پدر بدرفتارش او را در حال سیگار کشیدن دیده بود و او را مجبور به خوردن آن کرده بود. وقتی جیانگ به خانه می رسد، باکسون سناریوهای زیادی را در ذهنش می گذراند و وقتی می بیند همه آنها با مشاجره تبدیل می شود، تصمیم می گیرد که او را سرزنش نکند، چون رابطه آنها فعلا هم بسیار ناجور است. جیانگ نمی داند مادرش یک قاتل است و از اینکه چقدر پنهانکار و غایب است نفرت دارد. روز بعد مرگ اودا در اخبار منتشر می شود. مین کیو خوشحال است که می بیند باکسون کارش را به خوبی انجام داده، چون او مدیر عامل MK انترپرایز است، شرکت قاتلی که باکسون در آن کار می کند. با این حال معاونش منهی حسادت می کند، چون می داند که منکیو باکسون را دوست دارد و بیشتر به او توجه می کند. در همین حال باکسون با دوستان قاتل دیگرش برای نوشیدن دور هم جمع می شوند. همه تحت تاثیر شمشیر و دستمزد او قرار می گیرند که بسیار بالاست، چون باکسون در لیگ A است و کارش حرف ندارد. در حین گفتگو آنها درباره سه قانون که منکیو به همه شرکت‌های قاتل آموزش داده بحث می کنند. هرگز خردسالان را به قتل نرسانید. فقط مشاغلی را که توسط شرکت آنها تایید شده انتخاب کنید و همیشه کارهای تعیین شده را اجرا کنید. رعایت نکردن این قوانین باعث کشته شدن کارمند می شود. پس از پایان جلسه باکسون گروهی از ارازل را می یابد که ماشین او را چک می کنند و او را با نامهای شیطانی صدا می کنند. باکسون هم به نوبه خود با آنها توهین می کند، اما قبل از اینکه بتوانند واکنش نشان دهند، قاتل همکار او هیسونگ وارد می شود و به حساب همه آنها می رسد. هیسونگ با خوبی باکسون است و باید در لیگ A باشد، اما نتوانسته آنقدر بالا برود چون رابطه خوبی با مدیر عامل ندارد. پس از دعوا باکسون و هیسونگ شب را با هم می‌گذرانند و باکسون برای درمان پزشکی پدرش به هیسونگ پول می‌دهد که غرور هیسونگ را جریادار می‌کند. در همین حین جیانگ با دو دخترش سورا ملاقات می‌کند. رابطه آنها یک راز است، چون می‌دانند که مادران آنها ترجیحات آنها را تایید نمی‌کنند. متاسفانه باید لحظه صمیمی خود را قطع کنند، چون گروهی از همکلاسی ها تقریبا دارند آنها را میبینند و جیانگ مجبور میشود دعوت چولوو را برای معاشرت رد کند که او را نسبتا عصبانی میکند. مدتی بعد باکسون برای دیدن منکیو به دفتر MK میرود، اما منهی راهش را میبندد و او را برای یک کار با خود میبرد. در یک دستشویی یونگجی به مردی حمله میکند و درگیری شدیدی را آغاز میکند که آنها را به دیوار برتاب میکند، ولی نشان میدهد که این فقط یک تمرین در آکادمی قاتلان است. منهی باکسون را در مرکز قرار میدهد و از او میخواهد که با یونگجی که بزرگترین طرفدار خود باکسون است یک مبارزه تمرینی داشته باشد. یونگجی خود را با یک چاقوی چوبی و باکسون با یک مارکر مسلح میکند و مبارزه آغاز میشود. یونگجی موفق میشود با ترفندی سلاح خود را از یک دست به دست دیگر پرتاب کند که اگر چاقوی واقعی میبود با باکسون خراشی ایجاد میکرد. با این حال باکسون با سرعت تلافی میکند و از مارکر خود برای کشیدن خطی روی گردن یونگجی استفاده میکند که مساوی با مرگ است. پس از آن باکسون با منکیو ملاقات میکند که برای ماموریت بعدی باید بین دو پاکت یکی را انتخاب کند. باکسون با محتویات پاکت انتخابی خود نگاه میکند و متوجه میشود که باید یک پسر نوجوان را بکشد، اما منکیو با سرعت او را اصلاح میکند و توضیح میدهد که سنش بالاتر از آن است که به نظر میرسد. باکسون همچنین از این فرصت استفاده میکند تا به منکیو یادآوری کند که قراردادش به زودی به پایان میرسد و بازنشسته خواهد شد. جلسه آنها وقتی کوتاه میشود که باکسون از مدرسه تماسی میگیرد که جیانگ چولوو را با چاقو زده. با عجله به مدرسه میرود و متوجه میشود که دخترش در معرض خطر اخراج است، چون دلیلی برای حمله به همکلاسیاش ارائه نکرده. در حال حاضر او یک هفته تعلیق میشود و کمیته بعداً تصمیم مناسبی اتخاذ خواهد کرد. پس از آن باکسون با دخترش صحبت میکند و توضیح میخواهد، اما جیانگ فقط میگوید که میخواست چولوو را بکشد. بعدا در حالی که هیسونگ سر کار است و مشغول تمیز کردن بعضی اجساد است، باکسون او را همراهی میکند و در مورد اینکه چقدر از دخترش احساس دوری میکند با او درد دل میکند.
همچنین نگران است که جیانگ بیش از حد شبیه او شود. در همین حال رهبران شرکت‌های قاتل تحت امکی در حال برگزاری یک جلسه هستند. آنها یک قربانی را که خارج از دستورات شرکت به قتل رسیده پیدا کردند و فکر می‌کنند که قاتل می‌تواند یکی از کارمندان آنها باشد. منکیو به همه اطمینان می‌دهد که اگر این درست باشد، به دلیل زیرپا گذاشتن قوانین در کشتن مجرم دریغ نخواهد کرد. اما آنها نمی‌دانند که این نقشه منهی است که می‌خواهد به زودی از شر باکسون خلاص شود تا منکیو را برای خودش داشته باشد. مدتی بعد باکسون به تلاش برای صحبت با جیانگ ادامه می‌دهد، اما دخترش او را نادیده می‌گیرد. در آن لحظه از منکیو که در حال آماده شدن برای رفتن به یک سفر کاری از تماس می‌گیرد که به او اطلاع می‌دهد که یونگ جی پارتنر او برای مأموریتش خواهد بود. بعد از ظهر همان روز دو قاتل وارد آپارتمان مقتول می‌شوند و او را بیهوش می‌کنند. بعد شروع به آماده سازی جزئیات می‌کنند تا به نظر برسد که این کار را خودش انجام داده. اما وقتی می‌خواهد او را بکشد، متوجه می‌شود که چهره آشنا به نظر می‌رسد و نامه خداحافظی را بررسی می‌کند. معلوم می‌شود که این پسر سناتور است که پدرش برای رهایی از رسوایی او را می‌کشد. افکار او ناگهان با تماسی که مستقیماً با پست صوتی می‌رود قطع می‌شود و به پیام گوش می‌دهد که جیانگ برای همه چیز عذرخواهی می‌کند. با احساساتی شدن از این موضوع، باکسون از کشتن پسر سناتور صرفاً به دلیل شرمساری پدرش امتناع می‌کند. بنابراین با منکیو تماس می‌گیرد تا به او بگوید که اشتباهی رخ داد و در مأموریتش ناکام ماند. منکیو از قبل به یک بار روسی رسیده و در این انجام مأموریتش در صحبت با باکسون از هدفونش استفاده می‌کند. نبرد شدیدی در بار جریان دارد، اما منکیو هیچ مشکلی برای مبارزه و کشتن تمامی آنها ندارد، چه با شلیک‌های دقیق یا مبارزه تن به تن. در حین دعوا خواستار دانستن حقیقت است، اما باکسون به داستان خود پابند می‌ماند و حتی یونگ جی را نیز وادار می‌کند که تایید کند تا آن را باورپذیرتر کند. منکیو اشاره می‌کند که باکسون قوانین را زیر پا گذاشته، بنابراین برای خرید سکوت او باکسون می‌گوید که به جای بازنشستگی می‌پذیرد که بانکی تمدید قرارداد کند. تنها شرط باکسون این است که هیچ کس مأموریتی را که او شکست خورده به پایان نرساند و منکیو می‌پذیرد. وقتی به خانه می‌رسد، جیانگ در حال خواب است، اما هنگامی که مادرش اتاق را ترک می‌کند، مشخص می‌شود که جیانگ فقط وانمود می‌کرد که خواب است و در حقیقت به یکی نیاز دارد تا با او باشد، چون سوراب به پیام‌های او پاسخ نمی‌دهد. پس از اتمام کارش، منکیو با منهی تماس می‌گیرد و به او می‌گوید که پرونده سناتور را ببندد، بدون توجه به این واقعیت که این امر می‌تواند به اعتبار شرکت آسیب برساند. منکیو علاقه زیادی به باکسون دارد و همیشه او را ترجیح می‌دهد، که این باعث می‌شود منهی بیشتر از او متنفر باشد. آماده برای انتقام، دنبال هیسونگ می‌رود تا از او بخواهد که مأموریت شکست خورده باکسون را تمام کند، که او بلا فاصله می‌پذیرد، چون او را در لیگ A قرار می‌دهد و همچنین پول درمان پدرش را به او می‌دهد. در هواپیما منکیو به روزی فکر می‌کند که سال‌ها پیش با باکسون ملاقات کرد. وقتی منکیو برای کشتن یک مرد وارد خانه شد، دختر آن مرد زودتر از حد انتظار خانه آمد. این باکسون بود که از اینکه کسی قصد کشتن پدر بداخلاقش را داشت ناراحت نمی‌شد. در حقیقت حتی به صندلی لگد می‌زند تا قاتل کار را تمام کند. منکیو تحت تأثیر فقدان ترس و تفکر سری دختر قرار گرفته بود. از این رو او را زیر بال خود گرفت تا او را به عنوان یک قاتل آموزش دهد. مدتی بعد باکسون بالاخره می‌تواند با دخترش صحبت کند. جیانگ آنچرا که واقعا اتفاق افتاده می‌گوید. چولوو از او و سورا در حال بوسیدن عکس گرفته بود. بعد تهدید کرد که عکس را به همه جا پخش می‌کند، مگر اینکه جیانگ به مدت یک ماه با او باشد. برای بدتر شدن اوضاع، سورا نیز از جیانگ خواست تا به خواستهای چولوو تن بدهد تا به شهرتش آسیب نرسد. و جیانگ که از عدم همدلی دوست دخترش آسیب دیده بود، با چاقو زدن با چولوو با یک جفت قیچی پاسخ داد. باکسون از شنیدن اینکه دخترش از دختران خوشش میآید بسیار ناراحت می شود و از او می پرسد که آیا در این مورد مطمئن است، که عمیقاً جیانگ را آزار می دهد و باعث می شود با مادرش یادآوری کند که او نیز رازهایی دارد. گفتگوی آنها با ملاقات غیرمنتظره یونگ جی قطع می شود. باکسون فکر می کند که این یک حمله است، اما وقتی یونگ جی توضیح می دهد که او اخراج شده، بلا فاصله آرام می شود، چون او را به خاطر ناکامی در مأموریت باکسون ملامت می کند. باکسون که احساس گناه و ترحم میکند، یونگ جی را به بار میبرد تا با هم شام بخورند و جیانگ باید ببیند که چگونه مادرش دوباره کار را به جای او انتخاب میکند. در بار دوستان قاتل باکسون به همراه هیسونگ از راه میرسند و به او برای ارتقا به لیگ A تبریک میگویند، که بلا فاصله باکسون چنین برداشت میکند که چیزی اشتباه است. در همین حال منکیو با خشونت با منهی به خاطر تمام کردن قرارداد سناتور روبرو میشود، اما منهی با تلاش برای بوسیدن او پاسخ میدهد. منکیو او را رد می کند و به دفاع از باکسون ادامه می دهد. در بار باکسون خبر مرگ پسر سناتور را می بیند و بلافاصله می داند که چه اتفاقی افتاده. مشاجره او با هیسونگ ناگهان با تماسی از منهی قطع می شود که می خواهد او را روی سپیکر بگذارد.
بعد منهی ماموریت کشتن باکسون را به همه پیشنهاد میکند. هر کسی که این کار را انجام دهد مستقیما به لیگ بی میپرد. دعوای وحشیانه دیگری شروع میشود که حتی صاحب بار هم به آن ملحق میشود و باکسون از دیدن اینکه یونکی در حقیقت در کنار اوست و به او کمک میکند شوکه میشود. این دو یک به یک تمام قاتلان را با هر ابزاری که میتوانند پیدا کنند میکشند و در آخر فقط هیسونگ باقی میماند. وقتی باکسون برای کشتن او نزدیک میشود، هیسونگ از او میخواهد که بعد از مرگ او از پدرش مراقبت کند. پس از آن باکسون با خدمه نظافت تماس میگیرد و به این فکر میکند که چرا یونگجی به او کمک کرد و یونگجی توضیح میدهد که فقط میخواست زنده بماند و با باکسون طرف بودن شانس بیشتری برای زنده بودن داشت. بعد باکسون با جیانگ تماس میگیرد که میپرسد چه زمانی مادرش به خانه میآید چون به او نیاز دارد. با این حال منکیو ناگهان ظاهر میشود و باکسون را با خشونت به دیوار هل میدهد، خشمگین از اینکه یک سری قوانین را زیر پا گذاشته که این باعث میشود که او با رهبران دیگر به مشکل بخورد. باکسون نمیخواهد دخترش این را بشنود، بنابراین منکیو با سرعت گوشی او را از بین میبرد. بعد یونگجی وارد میشود و توضیح میدهد که این منهی بود که دستورات را فرستاد. منکیو از باکسون میخواهد که روز بعد به دفتر بیاید تا قراردادش را تمدید کند چون این تنها راهی است که میتواند از او محافظت کند، اما باکسون قبول نمیکند و این بی احترامی به این معنی است که آنها باید با هم مبارزه کنند. با این حال وقتی باکسون نتیجه را محاسبه میکند میبیند که بازنده است. از این رو چاره جز پذیرش تمدید قرارداد ندارد. بعد از رفتن باکسون منکیو از یونگجی میخواهد که این موضوع را به کسی نگوید. در خانه دخترش با او دعوا میکند که به دلیل پاسخ ندادن تلفنش نگران شده بود. جیانگ میگوید که سورا از او جدا شده و حالا حتی منکر این است که او با چنین دخترانی رابطه دارد. باکسون به خاطر واکنش قبلیش عذرخواهی میکند و به جیانگ قول میدهد که مجبور نیست واقعیت اینکه کی است را دیگر پنهان کند. بعدن احساساتی میشود و جیانگ متوجه میشود که مادرش هم روز بدی داشته. آنها بر سر زندگی دشوارشان به هم میپیوندند در حالی که باکسون همچنان جزئیات کاریش را مبهم نگه میدارد. اما جیانگ ناگهان اعتراف میکند که یک بار یک اسلحه و یک پاسپورت جعلی در کیف مادرش پیدا کرده. این باعث میشود که جیانگ فکر کند که مادرش مامور مخفی است و از آنجایی که باکسون بالاخره احساس نزدیکی با دخترش میکند آن را انکار نمیکند. روز بعد رؤسای شرکت جلسه برگزار میکنند تا در مورد قتل افرادشان صحبت کنند و شک دارند که منکیو در این کار دست داشته. منکیو توضیح میدهد که باکسون از خودش دفاع کرده و غرامت پولی ارائه میکند، اما برخی از رؤسا او را باور نمیکنند و از او میخواهند که طبق قوانین خودش کار خودش را تمام کند. حتی تیغه‌ای را به او میدهند تا این کار را انجام دهد. در عوض منکیو یکی از رئیس‌ها را بالای میز میکشد و به همه یادآوری میکند که او خودش قانون است و یک قانون جدید به لیست اضافه میکند: نکشیدن سلاح در طول جلسات آنها. در همین حال باکسون برای امضای قرارداد به دفتر میرود، اما منهی را مییابد که اعتراف میکند که یونگجی توسط منکیو پس از ترک باکسون شب گذشته کشته شده. باکسون خشمگین منهی را با خودکار میکشد و آن را برای منکیو میگذارد تا پیامی باشد مبنی بر این که میخواهد با او دوئل کند. شب باکسون مطمئن میشود که یک شام بسیار دنج با جیانگ داشته باشد. حتی به او اجازه میدهد از سبزیجات صرف نظر کند. میخواهد در صورت عدم بازگشت او دخترش از او خاطره خوبی داشته باشد. لحظاتی بعد باکسون به دفتر میرسد و منکیو به محض باز شدن درهای آسانسور شروع به تیراندازی به سمت او میکند. با این حال باکسون حرکت نمیکند تا نشان دهد که هنوز جدی نیست. بعد منکیو از او میخواهد که با او مشروب بنوشد و میگوید که قبلا مبارزه را پیشبینی کرده و باکسون شکست میخورد. باکسون شروع به انجام دهها پیشبینی در ذهن خود میکند و هر بار از انواع تکنیک ها برای کشتن منکیو استفاده میکند، اما مهم نیست که چقدر تلاش میکند، همیشه در نهایت بازنده میشود. با این حال شنیدن صحبت های او در مورد روزهای قدیم باعث میشود متوجه شود که او یک نقطه ضعف دارد و این خود باکسون است. معلوم می شود که منکیو در تمام این مدت عاشق او بوده و وقتی باکسون بالاخره آن را با صدای بلند می گوید کافی است حواس منکیو را پرت کند و او را با شمشیر سامورایی بکشد. قبل از مرگ منکیو اعتراف می کند که یک تبلت برای جیانگ فرستاده تا بتواند همه چیز را از دوربین های امنیتی تماشا کند. از ترس اینکه دخترش حالا از او متنفر باشد باکسون وحشت زده و ناراحت به خانه برمیگردد، اما جیانگ در رخت خوابش خوابیده، پس فکر می کند شاید منکیو دروغ گفته باشد. در آن لحظه جیانگ از خواب بیدار می شود و مادرش را به خاطر تلاش بسیار برای خانواده تمجید می کند که باعث می شود مادر احساس گناه کند و او را به فکر فرو می برد که آیا جیانگ واقعیت را می داند یا نه. مدتی بعد فاش می شود که سناتوری که پسرش را به قتل رسانده بود در ماشینش به دلیل مسمومیت با مونوکساید کاربن مرده، به این معنی که باکسون این کار را انجام داده. جیانگ رسمن از مدرسه اخراج می شود، اما برای خداحافظی آخر با دوستانش به مدرسه می رود. با
با سورا دست می‌دهد و در گوشش چنین زمزمه می‌کند که با خودش کلنجار می‌رفت که آیا در حضور همه او را ببوسد یا فقط او را بکشد. پس از آن با چلوو تماس چشمی برقرار می‌کند و گردن خود را لمس می‌کند تا به او یادآوری کند که چه توانایی‌هایی دارد.